الو بله بله الو کجایی؟ چی؟ ما باید که تو اتوبان چی میگی؟ میگم من چه دروغ دارم میگم؟ چه دروغ دارم من به شما بگم؟ میگم تو توبار هم از همون توبار هم بر سه موزیک میاد به من چه حفی داره؟ میگم به من چه حفی داره سه موزیک میاد؟ نه عزیز آقا میگم اصلا خیابونم چرا آقا به من شک داری؟ چرا اینجوری با من رفتار میکنه؟ قلبم پیش کرده من ترک میکنه قلبم اقا به من شک نداشته باش نه آقا میگم آقا مهمونی کجا بود؟ میگم وسط اتوبارم من این آقا هم که ماشین بیام من چرا بودم چه سده بودی؟ آقا کم کسده باش بودی که تو من چه سده بودی؟ چقا من رجعه ده برا؟ نام میگم تخصیل بنده من رو نبیدم برای فرزا برای سر بیزر بارا برای 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 اگه دورت خنده ندیدی تو باشاش ترکیب هنر و خنده که میشه قاش قاش از صبح تا شب کار میکنیم خنده کجایی تو دلمون تنگ شده بیا با هم بریم جلو گر نخندی از ما نیستی حتمنم که ندیدی تو ندیدی تو ندیدی تو قاش قاش اگه دورت خنده ندیدی تو باشاش ترکیب هنر و خنده که میشه قاش قاش به نام خدا سلام با یه برنامه دیگه قاش در خدمتتون هستیم کلی آیتم جذاب داریم دوستان آقا اگه از اینترنت استفاده میکنید اگه از مودم تو خونتون استفاده میکنید مودم ها اینقدی ها هستن تو اتاقی بذارید که رفت و آمدتون کمتر باشه خواهش میکنم ازتون اگه سلامتی خودتون براتون مهم نیست شاید یه سری باشن که سلامتی شما برای اونا مهم باشه یا مثلا شما اگه سلامت باشید اونا خیلی خوشحال تر باشن مثلا یعنی اصلا نمیدونم چی میگم دقیقاً من حالا سلامت باشید خواهشن مهم باشه سلامتیتون قطعا خندوانه رو هفته پیش دیدین بریم ببینیم آن چه گذشت در خندوانه بفرمایید $20,000 پول آزمایش دادم چیزی نباشه خودم میکشم من اگه بخوام یه توصیه بهتون بکنم فکر کنید چیه گوشیاتونو تو روز چند ساعتی خاموش کنید دعوت میکنم از سرکار خانم ژاله صامتی خیلی وقتا اسم من یادش نمیاد خانم گلابتون خانم صامتی میشه از آقای ژوله هم دعوت کنید تو کارتون بازی کنن زنه همشون هفتاشون نقش زن بازی کنن به ژوله چی کار داری قشنگ میشه ژاله و ژوله بازی میکنن خیلی قشنگ ما کبدمون اصولا خوشبو دوسته غذای بدبوی بدمزه دوست نداره پاینده داری زود قضاوت میکنی یعنی اینا معتادن مگه میشه یوسفلنگ با اون هیبت تو جنگل معتاده برای آبیاری جاهای سبز یه چیزی دیدین میکنن زمین کیبا احمد دی سه تا پس بگو بگی با ته تهار تاییز تمستان داور بی سهت داری داور بخیه همه اونجا رو نگاه کنید کجا بریم بیاییم بریم
میریم یه استراحتی میکنیم و سریع برمیگردیم برای آخرین مرحله توپ و فامیل. بریم. خانم عبدالرزاقی سلام. سلام. از فصل دو دیگه نیومدید به خندوانه تا الان بالاخره کشوندمتون به قاش. بد شانس دادم، خیلی بد شانس دادم. نتونستم نمیخواستیم بیاییم. یه خورده میترسیدم. از چی؟ از استنداپ کمدی. آخه اومدم اینجا استنداپ کمدی کردم بعدش کلی شما که تا اون مراحل بالا هم رفتین، از چی میترسیدین؟ خب خیلی کار ترسناکی بود. خوب کار کردیم وجدانم. آخه من میمدم توی این صفحه خندوانه یا تو صفحه خود شما نگاه میکردم، مثلا 100 تا کامنت بود که دختره لوس جلف بیمزه نونور کی به تو گفته کمدیانه، کی به تو گفته بابا بازیکن، بعد وسط اون صفحه یکی به من میگفتش که عزیزم خوب بودی، بعد دوباره 100 تا فوش. واقعا 100 تا فوش یه دونه تعریف بود. مثلا یادم نمیاد، خیلی خوش خوردم. به نظرم غلطه، نباید توجه کنی. راست میگی، اینم هست. به خدا. آره، شاید بگم. آخه مگه چند تا خانم هستن که میتونن استنداپ کنن؟ یعنی من میتونم. آره بابا. یعنی چی من میتونم تو مسابقه؟ شما جدن به نظر ما از کمدین‌های زن فوق‌العاده اینا بی تارو. جدی دارم میگم. افتخارشو. جدی از سه دل گفتم واقعا. منم همینطور. بسیار خوش انرژی، باحال، بامزه. و ویژه، ویژه. بله. سرکار خانم علیکا عبدالرزاقی. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون. خوب گفتم رامبو؟ عالی بود. رسمی صدا کردم. بگم آفرین. سلامت باش. جنس خطاب کردن علیکا خانم. با وقار. زندگانی چطوره؟ عالی، خیلی خوب. زندگانی بر وفق مراد ها؟ آها، از اون نظر. زندگانی خوب میگذره. کدوم زندگانی؟ زندگانی به طور کلی. به طور کلی همه چی خیلی خوبه. آره. آقای زندگانی چطور؟ خوبه؟ اونم خیلی خوبه. بله بله. آره، اون عالیه. امین چطور داره چیکار میکنه؟ امین یه سریالی کار کرد تموم شد. الان یه سریالی به اسمش از دکتر ماهان هنوز پخش شروع نشده. فکر کنم از دی ماه بره رانتن. شبکه 3؟ نمیدونم. اینو نمیدونم. خب. فکر کنم یا 3 یا 1، یکی از این دو تاست. خب. علیکا خانم، شما خودتونم الان اگر یه پیشنهاد بازی خوب داشته باشین قبول میکنین؟ بله. چرا نه؟ چرا که نه؟ یه فیلمنامه تو ذهنم دارم. خب. اول رو خانم عبدالرزاقی فکر کرده بودم. خب. فیلم می‌سازم. بگم طرح کلیشه بگم؟ بفرمایید. رامبو، یه دختریه، خب؟ با یه گروهی اینا میرن شمال. خب دختر حواسش مثلا کنار دریا غرق میشه یهو. خب بعد یه نفر دروغ میگه، یهو صابر ابر میاد دنبال این که گم شده بوده. خب اسمشو گذاشتم درباره الی کا. خوبه؟ درباره الی کا. خوبه؟ عالیه. رامبود یه دیالوگ نوشتم براش دیشب تو خوابم، اصلا الهام شد. سب کن بذار ببینم پیرم به منم الهام شده. آره. یه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان. سی الان به جفتتون الهام شد. سیمون خسورت تو اینا را کجا بلد بودی؟ دیگه قشنگه بازی؟ واقعا الهام شده، تلپاتیمون قویه. منو تو بازی میکنی؟ خانوم؟ بله. بازی میکنی؟ نقش الیکا رو باید بازی کنی؟ بازی میکنی؟ آفرین، بازی کن. حتما. ولی میدونم که یک تئاتری رو دارین کار میکنین، لطفا راجعش بهمون بگید. مرسی. اینجاش کاش تخمه داشتیم، قشنگ میشستیم نگاه میکنیم. بگو، خیلی قشنگ. ما یه نمایشی داریم کار میکنیم به اسم مدعای سن مدار، یا همون مدعای سن مدار که ویدیو بخریدی که در واقع متنش مال یک خانمی به اسم آنکا بیسته، نمایش کمدیه و ولی خب به هر حال یک بخش هایی داره که فقط و فقط صرفا کمدی نیست یا فقط مفرح نیست، در واقع میشه گفت که تماشاچی رو یک جایی به فکر وامی داره، یه چیزی برای گفتن داره. در واقع تهیه کنندش امین زندگانیه. ما هیچ نسبتی با هم دیگه نداریم. تهیه کنندش کیه؟ امین زندگانی. چقدر آشناست اسمش. امین زندگانی. کارگردانش هم بورژین عبدالرزاقی. کی؟ هیچ نسبتی با هم نداره. کارگردانش تهیه کنندش کیه؟ اسمش کی بود؟ بورژین. بورژین؟ بله. کامو کاکات بورژین، کاکای خوده؟ کاکای خودم. او یکی کاکا چی بود؟ مانلی. مانلی. اینقدر به این چیزهای آدما بند نکن. میدونم خیلی طبیعی ها. بورژین و مانلی. با من شوخی میکنی سر رام بودون فلان و هرچی که دلت میخواد میگی. من اصلا بورژین و مانلی جای شوخی نداره. جای شو دو تا اسم طبیعیه دیگه. برای بورژین و مانلی جای چه جای شوخی داره؟ هیچی.
رامبو تو یکی از معمولی‌ترین اسمای خاورمیانه داری. نه واقعا به نظر من جی رامبو خیلی به نظر من. تو اسم منم می‌خواست بذاره کیلکا. جان کیلکا ماهی کیلکا. بله خب چرا؟ بعد بابام گفت نذار اسم ماهی مسخرهش میکنن بعد دیگه نذاشتن اسممو ساگوشن الیکا. شما بزرگی یا کوچیکی؟ من وسطیم. وسطین. اول که برادر بزرگم مانلیه. الان دیگه 44 5 سالشه. مانلی جان بله برادر مانلی جان. بعد منم بعد بورژینه. خب بگین از تئاتر داشتی میگفتی آره. نمایش. نمایش خیلی خوبیه. خیلی همین الان رو صحنه است. همین الان رو صحنه است. ما امشب همین امشب هم اجرا. امشب میرین اجرا؟ بله. او. بعد دیگه چیز یعنی تایمش تایم مناسبیه تماشاگرش هم بعد آقا نه مداشو کیلکا فکر میکنم تو ذهن خودم هنوز کیلکا داره از داره کیلکا داره از داره قشنگ من مشکل هم خب من که اصلا میگم بیاین نمایشمون رو ببینین خب همه این پیشنهاد رو میدم و اگر دوست نداشتم من پول بلیتشون رو پس میدم من همینچین ادعایی میکنم روی نمایش چه باها آره واقعا دوست دارن آخه همه دوست دارن خیلی نمایش باحالی شده دمتون گرم بریم ببینیم ولی ما قطعا بلیتمون پس میگیرم ما کاری نمو خوشم هم بیاد شما مهمونی دیگه گفتش که اگه دوست داشتی پول بلیتو میدی دوست نداشتی میگیری میشه اگه دوست داشتی من پول بلیتو پس بدی کاری شکر من پول من اصلا پول حالا تئاتر مجانی نمیدم مجانی بیای منو تو مهمون میشه لبو برات لبو بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون واقعا اینو خوردن خیلی هم خوشمزه خیلی لبو دوست دارم جدی میگی خیلی زیاد بفرمایید مرسی جوانی شمع راه کردم که جویم زندگانی را نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را تقدیم آقای امین زندگانی الیکا الیکا امین رفیقت الیکا الیکا امین رفیقت مخبر دارم از عشق عمیقت الیکا الیکا عبدالرزاقی برای امین آقا اتکی و تاقی الیکا الیکا عبدالرزاقی برای امین آقا اتکی و تاقی بال بود؟ خیلی بیمونت کردم؟ خیلی یالا دمت کرد آقا جان دوستان گل من شما شب میخواید بخوابید این مودمه که گفتم بالا سرتونه خاموشش کنید ببین اینقدر یعنی آفه خاموش یا اگه اینجوریه خاموش اگه سلامتی خودتون برای اونایی که سلامت دوستتون دارن مهم نباشه شما میخواید سلامت باشین من نمیدونم اینو نمیتونم چرا بگم اگه سلامتی خودتون برای خودتون مهم نیست یه سری ها دوست دارن که ببین شما اینن اونان شما اینا دوست دارن که شما سلامت باشین اگه خودتون نمیخواید سلامت باشین خواهشن بله آها یه چیزی چرا تو گوشیتون انقدر شما موسیقی گوش میدید ما اینجا برای تو موسیقی پخش میکنیم بریم با هم موسیقی ببینیم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد عزیز آن که بی خبر به ناگهان رفت سفر چو ندارد دیگر دلبندی به لبش نشیند لبخندی چو غنچه سفید در شکفته شد لبم زهر چو شنیدم یارم باز آمد ز
ز سفر غم خورم باز آمد. پس از آن دوری بعد از غم مهجوری یک شاخه گل بردم ببرش، یک شاخه گل بردم ببرش. دیدم که نگار من سرخوش ز کنار من بگذشت، ببر یار دگرش بگذشت، ببر یار دگر. امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. امید جانم ز سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد. قف الف چه قاچ بله. الو آقا کمکم کن. بفرم. مرکز خوراکی پزشکی بفرمایید. شوهرم داره از دست میره. نه لحظه اجازه بدید. الو آقا کجا رفتی؟ اجازه بده خانم، یه لحظه. چقدر چی کار میکنی آقا؟ چقدر اجولی، چقدر عجله داری؟ الو اجازه من اینو پلان کنم الان میام خدمتتون. آقا من عجله دارم. خانم همه عجله دارن اینجا، همه آسیا به نوبت. باید شما سب کنیم من بتونم درست و منظم بیا باید سر بزرگ هم آبوی که ما باشم. خواهش میکنم زودتر. مرکز فوریت های پزشکی بفرمایی. آقا شوهرم یه گوجه خورده دیگه نفس نمیکشه، چیکار کنم الان؟ گوجه خود مده؟ آره دیگه نفس نمیکشه. بابا نمیدونم چیکار کنم، میشه کمکم کنی؟ خب میتونیم من سری بگین که شما چه گوجه خورده، مثلا گوجه گیلاسی خورده، گوجه زیتونی خورده، گوجه نمیدونم مثلا هلویی خورده، از همین گوجه معمولی ها. خانم خیلی فرق میکنه، لابا دارم میپرسم بعد بدونم که گوجه خورده شوهرتون به این روز افتاده. گوجه معمولی. گوجه معمولی خورده؟ آره. گوجه گیلاسی نخورده؟ چرا گیلاسی بوده تقریبا. آها الان چون استرس داری نمیدونی گیلاسی بوده یا معمولی ها؟ چه فرقی میکنه؟ آره فرق میخوای بدونی؟ اندازه چه جوریه؟ اندازه تخم مرغ. آره تخم مرغ یه گوجه معمولی. شما آقا بلدرچین. آره بلدرچین. عجب گوجه های خوش خوراکیه اونا. از کجا گرفتی اونا رو؟ از همین سر خیابونم. سر خیابون تو گوجه از این چیزا داره، گیلاسی داره؟ بله داره. کیلو چند خریدین؟ ببخشید سوال میکنم. به خودت 2500. 2500؟ بله. نه بابا. بله. چه خوش قیمت. ما چه وقت دنبالی که اصلا توی فصل گوجه گیلاسی نیسته. بله نسبتا گوجه های خوبی هم هست. بله گوجه خوبی هستن. بله میدونم من گوجه خیلی خوشمزه و خوش خوراکم. خیلی من گوجه ها دوستم. شما با املت خوردین دیدید چقدر عشق میشه؟ اصلا بیرزیره با املت. یعنی واقعا گوجه به شدت خوش خوراکه. یعنی کوفته شوهرتون بشه و گوجه رو خورده. آقا نیرو نمیفرستین، شوهرم داره از دست میره. خانم یعنی که شما زیاد از دست میره. من این سوال خواست از شما برسار نگفتیم به من. گفتم گوجه کجا تهیه کردید؟ سر خیابونمون. من چه میدونم سر خیابون تو کجاست؟ آقا باید آدرس بدم ببینید. خانم من آدرس بدی که من به بهونه که میخوام نیرو بفرستم اونجا کمک کنم بشه یکی رو گوجه بسونه بیاد. آقا شوهرم دیگه نفس نمیکشه، چیکار کنم الان؟ حقشه. چرا؟ کسی که تو این فصل میره گوجه گیلاسی میگیره میوفه و ناقش حقشه. آقا ضربانم نداره. زبان نداره؟ نه. چون گوجه رو خورده. چه گناهی کرده؟ حواس کرده بود خورد. نه من میذاشتی بخوره. من چه تو گوجه نخورم از آن داشتم اینجا یه گوجه گیلاسی نخوردم. من الان چی کار کنم؟ به من رفت پیره رو خواهر رو نبدش نمیزنه؟ نه چک کردم. چشش نمیپره؟ نه چشش سفید شده. گوشش نمیزنه؟ آقا سفید شده اصلا حرکت نمیکنه. تصحیحات میگم به تو غم آخرتون باشه. واقعا متاسفم. با بنده امری نیست؟ خدا نگهدار. وقتی من به شما میگم باید به من جواب بدی، وقتی میگم به من بگو که گوجه را کجا خریدی، تو فصل نامربوطی شما به گوجه رسیدی که همه مثل من تواری شلالشه باشه، شاید نتوسته به گوجه را تهیه کنه. گوجه پای تهلقش از بای رفته باید رفت نهاره.
سلام. آقا فیلم دیدن تو خانواده ما اصلا قواعد خاص خودش داره. مثلا پدر من هر فیلمی من میبینم براش تکراریه، میاد میگه آقا اینو که دیشب داشت شبکه 5 نشون میداد. مثلا تیزر فیلم جدید آقای جوان اومده بود داشتم میدیدم، اومد گفت که اینو که دیشب داشت شبکه 5 نشون میداد. گفتم پدر من این تیزر اصلا 2 ساعت منتشر شده، شما چجوری دیدی؟ یا مثلا اولین اجرای من تو خندوانه که داشت پخش میشد رسید، گفتش که اینو دیشب داشت شبکه 5 نشون میداد. گفتم پدر اصلا خندوانه رو شبکه نسیم میذاره، بعد اولین بار منو تلویزیون داره نشون میده. گفت میخواد بگم آخرش چی میشه؟ گفتم گفت تو حس میشی. یه بار رفته بودیم سینما داشتیم فیلمو میدیدیم، یهو پاشد بره. گفتم اینو دیگه دیشب داشت شبکه 5 نشون میداد. گفت نه دارم میام دستشویی برمیگردم. من خودم هم خیلی به فیلم و سینما اینا علاقه دارم، تصمیم گرفتم که یه فیلم بسازم. رفتم پیش بابام، گفتش که این برای یه فیلم خوب بهترین راه کپی کردنه. بعد چمدون آورد پر فیلم، یکی یکی نشونم. گفت ببین این یه فیلم هندیه که یارو توش با یه موز 50 نفر رو میکشه. گفتم عالیه، بریم همینو بسازیم. بعد یکم فکر کرد، گفتش که ببین موز گرون شده، ما بودجمون اونقدر نیست، بیخیال شیم. بعد یه فیلم دیگه برداشت، گفتش که ببین این یه فیلم هندیه که یارو یه قاچ هندونه رو میخوره، بعد حساشون شلیک میکنه. بعد یهو چشش خوب ببین، گفت ببین این فوق العاده است، شبکه 5 هم دیشب نشون نداده، خیلی خوبه و اینا. اسمش جنگ ستارگانه، توش طرف با مهتابی روشن 500 نفر رو میکشه. رفتم پیش آقای عرب نیا، گفتم آقای عرب نیا تو فیلم من بازی میکنی؟ گفت من عوافز پوره برم، برو بیرون. دیگه اومدم بیرون و رفتم پیش آقای جوان. تا رسیدم گفتش که سلام، من رامباد جوان هستم. گفتم سلام، منم شکور هستم. گفت ببین به عوض شدن لباس من توجه نکن، اینو یه روز دیگه ضبط کردیم. الان گفتم چی میگی این؟ خلاص فیلمنامه رو دادم. خون یه نگاه کرد، گفت ببین یه قولی بده که از یه نفر تا 80 میلیون نفر رو خوشحال کنی. گفتم برای کودکان کار یه کاری بکنم؟ گفت نه. گفتم برم به سالمندا سر بزنم؟ گفت نه. گفتم چیکار کنم بس؟ گفت قول بده دیگه فیلمنامه ننویسی. بعد دیگه خلاصه اومدم پیش بابام گفتم همین چیزی. گفت آقای جوان واقعا حرف درسته، به نظر من دیگه ادامه ندی برات بهتره. قفلف چه از چیزی دارین جدیدن هرس میخورین یا نه؟ هرس یه چیز عمومی دارم برای هرس خوردن، اونم یکیش رانندگیه، یکیش آبربانکه. این دوتا بیشتر بگو. آبربانک اینجوری هن؟ اون کاشی فقط این بود. آدم ها میان آبربانک، خب کارشون رو انجام میدن، شما یه کارتون رو انجام بدید برید انتهای صف بایستین. ولی آدم ها فکر میکنن آبربانک رو که گرفتن دیگه قبضا رو باید پرداخت بکنن، پول نقدشون رو بگیرن، همه یه کارا رو بکنن. بعد بهشون هم اگه اعتراض بکنی میگن که ببخشید نوبت هم بوده، نوبتت برای یک کار نه 5 تا کار. این خیلی منو هرس میده. رامبد من یه چیزی اجازه بده بگم. خانم عبدالرزاقی. بله جناب خان جان، هر دورم تو جواب دادی، گفتم لبو تو دهنشونه بابا، جاتون دو تاشو بگم. دمت گرم، علی خیلی یه معذب شدم اسممو. خواهش میکنم جان. خانم عبدالرزاق جان و جناب خان. بله بله. واقعا این روزها من دلواپسی جدی دارم، یا یکی از دلواپسی‌های جدیم رانندگیه، و اینکه به راحتی میتونم بگم درصد خیلی زیادی از راننده ها پشت فرمون سرشون تو گوشیشون. وحشتناک. آره یعنی تو نمیفهمیم الان راهنما زدم این داره منو میبینه، برم جلو نرم جلو، این وا میسته وا نمیسته، نه اصلا متوجه نیستن، قیقاج میرن. آره میرن. دیدی دیدی داری میری، بعد مثلا از این لاین یهو یکی اینجوری داره کج میاد روت. آره بعد بوق میزنی میره کنار، یهو میبینه سرش تو موبایلش بوده. خیلی خیلی وحشت. آدم میتونن بکشن به راحتی، آدم میتونن بکشن، ترسناکه. لبو ریختی رو خودت؟ آره. چند سالته؟ پیشبند بیارم ببندم؟ جدی دارم میگم. نه کتاب چی خوندین این چند وقته؟ اصلا میرسین کتاب بخونین؟ کم، ولی یه حال وسواسی دارم نسبت به این موضوع که حتی اگه وقت نداشته باشم شبا یه تایم کوتاهی شده باشه 10 صفحه خودم مجبور میشه دم دستتون هست. آره مثلا یا مثلا داستان کوتاه باشه، نمایشنامه باشه، یا ولی الان یه کتابی رو شروع کردم که خیلی هم دوستش دارم، اسمش از تمایز. پیر بوردیو نوشتتش. در واقع رفتارهای آدم‌ها در کشورهای مختلف، جاهای مختلف، که چی باعث میشه شما چه رفتاری بکنین. چه آره اسمش تمایزه. خیلی خیلی جذابه. خیلی ما هم خودمون خوندی؟ ما کتاب خوندم در واقع تمایل از پیر آوردیو. جدی اونم خیلی کتاب قشنگه. این بوردیو بود این آوردیو بود. اولش هم با این شروع میشه که آوردیمش چه تو کتاب یه رامبد خوبه؟ کتاب قشنگیه؟ خیلی رامبد داری دیوونه میشه. من تو رو سال هاست میشنستم، تو دیگه داری دیوونه میشه.
یارو بمونه زن رامبول میشه ما یه نوشه ولی واقعا درست بعد واقعا نگران دارم میشم قشنگ دیوونه نه کل لبو میرزه رو لبا کنیم رامبو جدی نکته الان میتونم بگم استفاده کنم خواهش میکنم دارین رانندگی میکنیم خفه میشم الان خفه میشم نبانی ولم کن بسه دور از جون خودم جدی و چیز آرومه ما جدن تو آبربانک راهنما میزنم واقعا تو آبربانک راهنما میزنم نگرانم که آیا او دیده الان مدارم جدی دارم میگم بعد میگم دیوونه شده اووردیو اووردیو رفت دماغ سپردیو اووردیو اووردیو این مرد یک جهد مشخص نمیره جلو ترجمه های آقای پیمان خاکسار رو خیلی دنبال میکنم خیلی خیلی سلیقه‌شو دوست دارم مثل اون کتابی که اواخر مشهور شده جز از کل بله اواخر من خیلی بله پیمان خاکسار ترجمهش کرده خب قشنگ گفتم دیگه اینو بله بله اینو دیگه بله. خوب گفتم خیلی قشنگ گفتم دیگه ترسناک میشه آره بابا از زنبه آدم هر رعایتشو بکنه دفاع کنی سنگو بسه سندشون آدم میره بالا بر رعایتشون رو بکنی آدم نگران میشه جدن آدم نگران میشه و تو راهنما زدی نمیدونی و الان به پیشی دیدته ندیدته من دیگه دارم من معذرت میخوام از این موضوع رو مطرح کردم به نظرم همه سرتون تو گوشیتون باشید بزنید راحت باشید رامبود یه کتاب خونم از پیر مک غیب راجع به قدرت های غیبی اینقدر کتاب قشنگه میخی؟ نه میخی؟ میخی یا نمیخی؟ ادا بهش در صورت ادا در نیارا در میارا جلو خانم ادا رزاقی چیز نمی کنم الان دست کنم لانچ کنم میام برای تو ادا به چی در میاری؟ میگم ادا چه در میاری خود که خانم؟ منظرت میخوام عزیز دل پیر مک غیبه میخونم خود نمیخونم میخونم نمیخونم مک غیب نداریم خواه از آوردی ها وردی ها آوردی ها دست ها دو ماس جان بگو سوالتو بگو هر چیز ببین من چقدر باید زور بزنم که بدونیم بتونم موضوعات چیا بودن لبو بخور لبو تو قارب نهیزه رو پیرمه چرا با من معاشرت میکنیم نمیدونم جدن تو چرا با ما معاشرت میکنیم منم نمیدونم ما هم نمیفهمم چرا هر وقت خانم باز خواهی میکنم این سر ای بحث جلو شما باز ببخشید ببخشید بفرما چرا با من معاشرت؟ نمیدونم. این بدبختی من همه که نمیدونم. شما چرا با ما معاشرت می‌کنی؟ من اینقدر من برات یه موجودی ام که همه چی پرت و پلاست. اختیار داری. اختیار داری. واقعا همه چی تو به همه چیز من میتونی ایراد بگیری. با چه چیزی ایراد بگیرم؟ قیافتی که دوست دارم، موهاتی که دوست دارم، اخلاقتی که میپسندم، رفتارتی که میپسندم به چی ایراد بگیرم؟ اینا رو من سوالی میگه. آره و اینا رو هیچ وقت تو اینایی که گفتی واقعی ان؟ بله. مدرم تنگ میشه برای آن عزیزم آخه گریهش کنه بیا بلا جان عاشقتم نوکه دکترم خانوم ببخشی یه اتفاق شما یا آخر نوکه تو سلامت باشی سلامت باشی من نگاه کن جان جان هیچ وقت من رو تنها نذار و هیچ وقت نشه که این وقت قهر کنی با من دارمون. باشه باشه صورت. باشه انگوشت تو عدی دهنم در بیار انگوشت تو دهنم در بیار نه انگوشت در بیار در خانوم عبدال خانوم عبدالرزاقی ببخشید بله بله جلوفن داره این همراتون چرا؟ سر رو میکنم در گرفت این که اخلاق ایشون که اخلاق درستی نیست اون اجازه محبت بود میدونم میدونه میدونم خیلی ممنونم اومدیم خواهش میکنم من خیلی خوشحال شدم اومدم اینجا واقعا خیلی خوشحال شدیم لطف بکنید که در فصل بعدی خندوانه بیاییم پیشم حتما استنداپ کنید استنداپ آره مقول میدم دیگه از اون کامنت هایی که او سری براتون نوشتم ننویسم خواهش میکنم بعد متن داشته باشم نمیتونم خودم بنویسم متن که بهتون دادم اگه کمکم بکنید حتما با کمال میل تو خندوانه میام و حتما هم استنداپ میکنم خیلی ممنون مرسی مرسی از شما ممنونم. ممنون. احتیاج هم می‌بینیم زود. ممنون. حتما بیاین. بورژین جان و مانلی جان رو خیلی سلام برسونید. قفل فچه. به این چیزی که میگم دقت کنید.
فکر کن جاده شمال داری میری پشت فرمون، هوا خوب، شیشه رو میدی پایین میتونه برقی باشه، دید شیشه میاد پایین، چایی رو میریزی نگاه میکنی، داری رو هندگی میکنی، چایی رو داری میخوری و میریزه چایی همینجا میریزه، بعد همین میشه تصادف. یعنی چی؟ میگن در هنگام رانندگی از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید، نکنید دوستان این کار. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار. خاش 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 تموم شد با یه قسمت دیگه، وقتی یه در بسته میشه یه در دیگه.